اوکی، سلام عرض می‌کنم دوستان عزیز، به کلیسای تعمیدی آزادی خوش آمدید و خدا رو شکر می‌کنم برای حضور شما و حضور خداوندمون عیسی مسیح که در میان ماست. آیه حفظی امروز امثال باب 18 هست، در آیه 14. لطفاً به احترام کلام خداوند برخیزید که با هم این آیه رو بخونیم. روح انسان بیماری او را متحمل می‌شود، اما روح شکسته را کیست که متحمل آن بشود؟ امثال 18:14. از خواندن کلام خداوند از دوم پادشاهان باب 2 آیه 1 تا 25 استش که لطفاً به احترام کلام خداوند برخیزید که با همین آیات رو بخونیم. یه آیه من میخونم، آیه دوم رو لطفاً با من همراهی کنید. دوم پادشاهان باب 2 آیه 1 تا 25. و چون خداوند اراده نمود که ایلیا را در گردباد به آسمان بالا برد، واقع شد که ایلیا و الیشه از جلجال روانه شدند و ایلیا به الیشه گفت در اینجا بمان، زیرا خداوند مرا به بیت‌ایل فرستاده است. الیشع گفت به حیات یهوه و حیات خودت قسم که تو را ترک نکنم. پس به بیت‌ایل رفتند و پسران انبیایی که در بیت‌ایل بودند نزد الیشع بیرون آمده و ای را گفتند آیا میدانی که امروز خداوند آقای تو را از فوق سر تو خواهد برداشت؟ او گفت من هم میدانم، خاموش باشید. و ایلیا به او گفت ای الیشع در اینجا بمان، زیرا خداوند مرا به اریها فرستاده است. او گفت به حیات یهوه و به حیات خودت قسم که تو را ترک نکنم. پس به اریها آمدند و پسران انبیایی که در اریها بودند نزد الیشع آمده وی را گفتند آیا میدانی که امروز خداوند آقای تو را از فوق سر تو برمی‌دارد؟ او گفت من هم میدانم، خاموش باشید. و ایلیا وی را گفت در اینجا بمان، زیرا خداوند مرا به اردن فرستاده است. او گفت به حیات یهوه و به حیات خودت قسم که تو را ترک نکنم. پس هر دوی ایشان روانه شدند و 50 نفر از پسران انبیا رفته در مقابل ایشان از دور ایستادند و ایشان نزد اردن ایستاده بودند. پس ایلیا ردای خیش را گرفت و آن را پیچیده آب را زد که به این طرف و آن طرف شکافته شد و هر دوی ایشان بر خشکی عبور نمودند. و بعد از گذشتن ایشان ایلیا به الیشع گفت آنچه را که میخوایی برای تو بکنم، پیش از آن که از نزد تو برداشته شوم بخواه. الیشع گفت نصیب مضاعف روح تو بر من بشود. او گفت چیز دشواری خواستی، اما اگر حینی که از نزد تو برداشته شوم مرا ببینی از برایت چنین خواهد شد و الا نخواهد شد. و چون ایشان می رفتند و گفتگو می کردند، اینک عرابه آتشین و اسبان آتشین ایشان را از یکدیگر جدا کرد و ایلیا در گردباد به آسمان صعود نمود. و چون الیشع این را بدید فریاد برآورد که ای پدرم عرابه اسرائیل و سوارانش. پس او را دیگر ندید و جامعه خود را گرفته آن را به دو حصه چاک زد و ردای ایلیا را که از او افتاده بود برداشت و برگشته به کناره اردن ایستاد. پس ردای ایلیا را که از او افتاده بود گرفت و آب را زده گفت یهوه خدای ایلیا کجاست؟ و چون او نیز آب را زد به این طرف و آن طرف شکافته شد و الیشع عبور نمود. و چون پسران انبیا که روبروی او در اریها بودند او را دیدند گفتند روح ایلیا بر الیشع می باشد و برای ملاقات وی آمده او را رو به زمین تعظیم نمودند و او را گفتند اینک حال با بندگانت 50 مرد قوی هستند، تمنا این که ایشان بروند و آقای تو را جستجو نمایند، شاید روح خداوند او را برداشته به یکی از کوها یا یکی از این دره‌ها انداخته باشد. او گفت مفرستید. اما به حدی بر وی ابرام نمودند که خجل شده گفت بفرستید. پس 50 نفر فرستادند و ایشان 3 روز جستجو نمودند اما او را نیافتند. و چون او در اریها توقف می نمود ایشان نزد وی برگشتند و او به ایشان گفت
آیا شما را نگفتم که نروید؟ و اهل شهر به علیشه گفتند اینک موضع شهر نیکوست، چنان که آقای ما میبیند، لیکن آبش ناگوار و زمینش بی حاصل است. او گفت نزد من تشت نوی آورده نمک در آن بگذارید. پس برایش آوردند و او نزد چشمه آب بیرون رفته نمک را در آن انداخت و گفت خداوند چنین میگوید، این آب را شفا دادم که بار دیگر مرگ یا بی حاصلی از آن پدید نیاید. پس آب تا به امروز بر حسب سخنی که علیشه گفته بود شفا یافت و از آنجا به بیت ایل برآمد. و چون او به راه برمی آمد، اطفال کوچک از شهر بیرون آمده او را سخریه نموده گفتند ای کچل برای. و او به عقب برگشته ایشان را دید و ایشان را به اسم یهوه لعنت کرد. و دو خرس از جنگل بیرون آمده 42 پسر از ایشان بدرید و از آنجا به کوه کرمل رفت و از آنجا به سامره مراجعت نمود. آمین. بیایید دعا کنیم و با دعا شروع کنیم. ای خداوند، تو رو شکر میکنیم برای کلامت. ای پدر آسمانی، شکرگزارتیم برای این که میتونیم کلام زنده تو رو آزادانه در این کشور آزاد بخونیم و بتونیم خداوند بیشتر از تو شناخت داشته باشیم. از تو یهوه عیسی مسیح که به صورت جسم در میان ما ساکن شدی، شکرگزارتیم برای امروز و برای پیامی که خداوند توی دل من گذاشتی. کمک کن بتونم خداوند کلام رو موضع کنم و برکتی باشم برای این عزیزان و کسانی که از طریق یوتیوب و از طریق سایت خواهند دید خداوند و خواهند شنید. به نام عیسی مسیح، آمین. خیلی ممنون. بفرمایید بنشینید. عنوان پیام امروز روح شکسته هست. روح شکسته که در مقدم دوستان، خداوند از ایلیا استفاده کرد که معجزات بسیاری رو نشون بده. ایلیا خواست که از علیشه جدا بشه و بره به سمت دیگه رود اردن و علیشه بهش چسبید، گفت به حیات یهوه قسم که از تو جدا نخواهم شد. چون علیشه میدونست که آقاش، یعنی استادش، مرد خداست و روح خدا در این شخصه، گفت من از تو جدا نخواهم شد. و با هم دیگه رفتن و بعد دوباره دفعه دوم ایلیا گفت که خداوند منو گفته که باید برم به بیت ایل، گفته از تو دور نخواهم شد، چسبید بهش و نخواست که از علیشه، از ایلیا جدا بشه. علیشه شاگرد ایلیای نبی بود و خواست که به چسبه به ایلیای نبی. ایلیا روح خوبی داشت، روح پاکی داشت و ایلیا بهش گفت که هر آنچه بخواهی به تو خواهم داد قبل از اینکه از زمین برداشته بشم، چون میدونست که خداوند اینو به زودی بر میداره از زمین، یعنی بدون اینکه بمیره روبوده خواهد شد، میره به آسمان که نماد ربایش کلیساست، که ما هم بدون اینکه مرگ رو بچشیم، اگه امروز عیسی مسیح روی آسمان بیاد رو ابرها ظهور کنه، ما رو میخونه، ما هم زنده روبوده میشیم بدون اینکه بمیریم. که ایلیا گفت هر آنچه که بخواهی به تو خواهم داد و علیشه گفت نصیب مضاعف، یعنی دو برابر روح تو بر من بشود، دو برابر روح تو رو میخوام، من با روح تو قانع نیستم، میخوام دو برابر روح تو رو داشته باشم، روح القدس میخوام دو برابر داشته باشم، میخوام پر بشم از روح خداوند. و ایلیا روح خوبی داشت، روح پاکی داشت و خداوند ازش استفاده کرد. و ایلیا به علیشه فرمود هرگاه دیدی که از زمین برداشته میشم، آن موقع اون خواسته تو به تو داده خواهد شد. و یهو ایلیا از زمین برداشته شد، گردباد اومد و در گردباد رفت به آسمان و علیشه موند و خداوند اون روح دو برابر ایلیا رو به علیشه داد. ایلیا در طول زندگیش 8 معجزه بزرگ نشان داد و علیشه شروع کرد، گفت خداوند ای خدای ایلیا کجا هستی؟ دعا کرد و اومد ردای ایلیا که ازش باقی مانده بود گرفت، ردا رو زد به رود اردن و رود اردن مثل ایلیا که زده بود که باز شده بود، خوش شد که از اون رود با همدیگه با ایلیا رد شدن رفتن. علیشه هم این کار کرد، ردا رو زد به آب و آب رود اردن باز شد از وسط و خشکی شد، این تونست رد بشه.
16 تا معجزه الیشا نشون داد، دو برابر روح ایلیا رو به دست آورد. دعا میکنم که امروز همچین روحی داشته باشیم، روح خدا در ما باشه تا بتونیم معجزه نشون بدیم، تا بتونیم نام عیسی مسیح رو ببریم به تمامی نقاط دنیا و بشارت بدیم. و ایلیا روح پاکی داشت و در زندگی خودش موفق شد. شخصی بود که اگه یادتون باشه، ایزابل که زن پادشاه اسرائیل آخاب بود، آخاب پادشاه اسرائیل بود، زنش ایزابل بود که بسیار زن بدجنسی بود، به اصطلاح خودمون بسیار زن، هر اسمی میتونی بذاری بذار، زن کثیف، نجس و بت پرست همه اسرائیل. و این زن باعث شد که همه یهودی از خداوند برگردن برن به سوی بت پرستی، که پادشاه این شوهرش آخابم مجبور شد که از زنش اطاعت کنه و اونم شد بت پرست و قوم بنی اسرائیل تبدیل شد به یک قوم بت پرست. و ایلیای نبی تنها مونده بود، ناراحت، و دید که همه مردم بت پرست شدن. اومد به پادشاه آخاب گفت که خداوند 3 سال باران نخواهد فرستاد به خاطر کاری که کردی، به خاطر اینکه همه قوم رو به بت پرستی کشیدی و 3 سال بارون نیومد. پادشاه عصبانی شد و خواست که ایلیا رو بگیره بکشه. و بعد از 3 سال ایلیا برگشت، گفت که خداوند میخواد بارون بفرسته، ولی میخوام اول نشون بدهیم که ببینیم اگر یهوه خدای شماست، یهوه رو پرستش کنید، اگه بل خدای شماست، بت بل رو پرستش کنید. و اونا رو چالش داد، گفت بیایید یه مذبح درست کنیم و گاوی رو بیاریم اونجا و بذاریم روی مذبح، هیزم جمع کنید و فلان، آب بریزید تو روی هیزم و هر خدایی که شما دعا کنید به خدای خودتون، به بت بل، و منم به خداوند یهوه دعا خواهم کرد، هر خدایی که با آتش از آسمان جواب بده، آتش بفرسته از آسمان، همان خدای واقعی خواهد بود. که اونجا جمع شدن در کوه کرمل و اینا بت بل، 450 تا انبیا داشت بت بل، و اینا دعا کردند صبح تا ظهر، دعا کردند خبری نشد، آتش نیامد. هی دعا کردند، ایلیا مسخره کرد، گفت شاید خداتون رفته خوابیده، یه خورده بلندتر دعا کنید تا از خواب بیدار بشه. هی هر چقدر دعا کردند خبری نشد. اومدن شروع کردن به قمه زنی، به زنجیر زنی، نمیدونم، خودشونو زدن، قمه زدن فلان تا شاید این خداشون، این بتشون مستجاب کنه. هر کاری کردن، خودزنی کردن، رحمت نیامد از سمت خداشون. و حالا ایلیا اومد گفت حالا بذار من دعا کنم، گفت بیارید آب بریزی. اینا آب نریخته بودن، هی چندین گالون آب ریختن روی مذبح، روی قربانی، که کاملا یعنی محال باشه که بتونی با آتیش طبیعی بتونین مذبح رو، این قربانی رو بسوزونی. و ایلیا اومد به نام یهوه دعا کرد، گفت ای یهوه، امروز میخوام این مردم بفهمن که تو فقط خدای واقعی هستی که بر ما سلطنت میکنی، تو خدای ما هستی. دعا کرد به نام یهوه و همون لحظه از آسمان آتیش خداوند به صورت باران از آسمان آتیش ریخت در روی مذبح قربانی و همه مذبح رو سوزوند که خوش شد و همه مردم افتادن سجده کردن، گفتن یهوه او خدای ماست، یهوه او خدای ماست، و داد زدن گفتن یهوه خدای ماست. و ایلیا دستور داد، گفت همه پیامبران دروغین بعل رو بکشید، و همه پیامبران رو کشتن، به دم شمشیر زدن. و ایزابل شنید که ایلیا چه کاری کرده و خواست که ایلیا رو بکشه، تهدیدش کرد. ایلیا که انقدر موفق شد، آتش از آسمان فرستاد، اومد روی زمین، ایلیای اون 450 تا انبیای دروغین را کشت. یهو از دست ایزابل ترسید، از تهدیدش ترسید، رفت توی بیابان، افسرده شد، روحش شکست و اونجا خواست که بمیره. و خداوند بهش ظاهر شد، گفت بلند شد، چرا خودتو کشتی، چرا روحت شکسته؟ و خداوند دوباره ازش استفاده کرد. منظور موقعی که این ترسید، تهدید و شنید، روحش شکست. ما اصطلاحی داریم که میگیم ضربه روحی خورده، روحش یعنی شکسته. و دوستان، روح ما میتونه بشکنه، همونطور که جسم ما میتونه ضربه ببینه، جسم ما میتونه زخمی بشه و درد آوره، روح ما هم اگه بشکنه و زخمی بشه درد آور خواهد بود.
پس ما باید به فکر روح خودمون باشیم و میخوایم حقایقی درباره تمامی وجود انسان هستش توی کتاب مقدس، میخوایم اینو بدونیم. اولین حقیقتی که درباره وجود ما انسان ها هستش اینه که انسان در شباهت خدا و سه قسمت به وجود آمده. در پیدایش باب 1 آیه 26 میخونیم که خداوند میگه گفت بگذار انسان را در تصویر ما موافق شبیه ما بسازیم. پس خدا انسان را شبیه خودش آفرید. چجوری؟ یعنی در سه قسمت، که در اول تسالونیکیان باب 5 آیه 23 میخونه، میگه اما خود خدای سلامتی شما را چجوری؟ میگه بالکل، یعنی تمامی شما را، وجود شما را مقدس گرداند. تمامی وجود ما چیه؟ میگه و روح و نفس و بدن شما تماما بی عیب محفوظ باشد در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح. پس کلام خداوند میگه که ما سه قسمت داریم در وجودمون. چیه؟ اولینش روح، نفس یا روان، و سومینش بدنه. روح و نفس و بدن. پس تمامی وجود انسان شامل سه قسمت، ما روح داریم، نفس یا روان داریم و بدن داریم. از سه قسمت باید ما محافظت کنیم. میگه حفظ باید محفوظ باشد، بی عیب محفوظ باشد. پس باید به فکر روحمونم باشیم موقعی که روحمون آزار میبینه. دومین حقیقتی که درباره وجود انسان هستش اینه که ما باید فرق بین روح خدا و روح خود را بدانیم. یعنی بین روح خدا و روح ما فرقی هستش. در رومیان باب 8 آیه 16 اینو میخونیم، میگه همان روح بر روح‌های ما شهادت میدهد که فرزندان خدا هستیم. همان روح کدوم روح؟ روح القدس بر روح‌های ما، یعنی روح انسان شهادت میده. بس دو تا روح هستش که مجزا هستند، روح القدس روح‌های ما. روح حیات خداوند در ما دمید و ما شدیم انسان زنده. پس روح ما با روح خداوند فرق میکنه. روح خداوند میاد در ما ساکن میشه، روح ما رو زنده میکنه و ما میشیم فرزند خدا. موقع که روح خدا میاد شهادت میده که ما فرزندان خدا شدیم. پس بین روح خدا و روح ما فرقی هستش. و سومین واقعیتی که میخوایم بدونیم راجع به وجود انسان اینه که روح خدا میتواند شکسته شود. یعنی روح خدا میتونه آزار ببینه. روح خداوند به یک کبوتر تشبیه داده شده. اگه یادتون باشه عیسی مسیح موقعی که تعمید گرفت چی شد؟ یه روح القدس به صورت کبوتر در عیسی مسیح نازل شد و صدایی از آسمان نازل شد که این از پسر حبیب من که از او خوشنودم. کبوتر یه پرنده ظریفی هستش، بسیار لطیف هستش، یعنی شکننده است و میتونه بشکنه، میتونه ناراحت محزون بشه. می از کجا میدونی؟ در افسسیان باب 4 آیه 30 میخونه، میگه و روح قدوس خدا را که به او تا روز رستگاری مختوم شده اید محزون مسازید. محزون حوز یعنی ناراحت نکنید. روح القدس میتونه ناراحت بشه، میتونه محزون بشه. چجوری میتونیم محزونش کنیم؟ موقعی که گناه میکنیم، موقعی که کلام خداوند رو نمیخونیم، دعا نمیکنیم، نفسانی رفتار میکنیم، اون موقع روح القدس محزون میشه. به خاطر اینکه از روح القدس پر نمیشیم، از نفس خودمون پر میشیم، اون موقع ناراحت میشه. و روح خدا کتاب مقدس میگه اطفا میشه. اطفا یعنی مثل اینکه در آتش آب بریزی، خاموش کنی. روح القدس در ما به صورت آتش ما را تکون میده که دو آتشه باشیم برای عیسی مسیح، نام عیسی مسیح بشارت بدیم، برای عیسی مسیح زندگی کنیم. اما موقعی که گناه میکنیم، در نفس زندگی میکنیم، روح القدس خاموش میشه. یعنی هیچ حرکتی در ما نداره، هیچ تأثیری در ما اطفا میشه. و چهارمین حقیقت درباره وجود انسان اینه که پس روح خدا میتونه شکسته بشه. روح انسان چطور؟ بله، روح انسانم میتواند شکسته شود. من میتونم روح شما را بشکنم، شما میتونید روح منو بشکنید و ما خودمون میتونیم روح خودمون رو بشکنیم یا آزار بدیم. در کتاب مقدس میخونیم که حنا یه زنی بود که از شوهرش القانه بود که نازا بود. این زن سالیان سال میرفت در معبد دعا میکرد، میگفت خداوند به من فرزندی بده تا بتونم تقدیم تو بکنم. هی دعا میکرد سالیان سال میرفت. یه روز رفته بود دعا کنه و اونجا سموئیلی ایلی گفت که تو
مست شدی، مشروب خوردی و مست شدی، داری ورد میخونی، هزیون میگی و اول سموئیل میخونیم باب 1 آیه 15 و حنا بهش چی گفت؟ میگه و حنا در جواب گفت نه آقایم، بلکه زن شکسته روح هستم و شراب و مسکرات ننوشیدم، بلکه جان خود را به حضور خداوند ریختم. دعا میکرد، درد دل میکرد، میگه خداوند به من فرزند بده تا بتونم تقدیم تو بکنم. و این ایلی اومد گفت تو مست شدی، گفت نه من زن شکسته روح هستم، روح هم شکسته. چرا؟ سالیان سال دعا میکرد برای یه فرزند. چرا انسان روح شکسته میشه؟ به خاطر اینکه یه چیزی میخواد نمیتونه به دست بیاره، به خاطر اینکه مثل ایلیای نبی از تهدید از میترسه، به خاطر ترس روحش شکسته میشه. دلایل زیادی هستش که انسان روحش میشکنه، که یکیش اینه که حنا نتونسته بود فرزند به دست بیاره، نازا بود و روحش شکسته بود. سالیان سال میتونه این ما رو ناراحت کنه، روح ما رو افسرده میکنه. و روح شکسته دوستان باعث از دست دادن سلامتی جسم میشه. میدونستید جسم ما رو حتی سلامتیش از بین میبره؟ در امثال 17 آیه 22 میخونیم، میگه دل شادمان، اگه دلتون روحتون شادمان باشه شفای نیکو میبخشد، اما روح شکسته استخوان‌ها را خوش می‌سازد، خوش می‌کند. اگه روحتون شکسته باشه، اگه افسرده باشید توی زندگی، میتونه استخونتون رو خوش کنه. روح انسان میتونه به شخص بیمار حتی استقامت بده تا بیماریش شفا پیدا کنه. اما شخصی که روح شکسته باشه، ببینیم در امثال چی میگه، باب 18 آیه 14 آیه 17 امروز میگه روح انسان بیماری او را متحمل می‌شود. میگه حتی بیمار باشی روحت میتونه تحملش کنه، استقامت داشته باشه، بیماریت شفا پیدا کنه. اما روح شکسته را کیست که متحمل آن بشود؟ اگه روحت بشکنه، میگه وای بر حال اون، به حال اون شخصی که روح شکسته باشه، هیچ چیزی نمیتونه تحمل کنه، استقامت از دست خواهد داد. و دوستان باید به فکر روح خودمون باشیم. پیامی که من آماده کردم برای خودمه. در هفته گذشته، یکی دو سه هفته است که روحم بسیار شکسته و ضربه روحی دیدم از 3-4 ناحیه های مختلف توی زندگی. هو فشار اومد، امتحانات اومد توی زندگی خودم و روحم واقعا شکسته و ناامید شدم. فقط دعا میکنم خداوندا کمکم کن در این روزهای سخت که بتونم خداوندا بیستم، تحمل کنم این سختی های زندگی رو، بتونم اعتماد کنم به تو. و باید دوستان به فکر روحمون باشیم، نباید اجازه بدیم که همون روح در ما ادامه پیدا کنه، روحمون بشکنه و بعد استخونمون پوک بشه، ای مریض بشیم، افسرده، بعد یهو تبدیل میشه به دیابت. افسردگی میدونستید دیابت میاره؟ قند خون. بعضی هستن اصلا قند نمیخورن، شیرینیجات نمیخورن، بعد یهو دیابت دارن، به خاطر اینکه روحشون شکسته است، افسرده میشن. و نشانه ها و علایم روح شکسته چی هستش؟ مثل یه شخصی که سرطان میگیره، مریض میشه، نشانه ها پدید میاد، مگه نه؟ یهو مثلا کسی که به عنوان مثال بگو، کسی که ایدز میگیره، یا جوش و اینا پدید میاد، نمیدونم یه حالتهایی، نشانه ها پدید میاد، هر مریضی رو بگید. و روح هم موقعی که روح میشکنه، علایم نشانه ها پدید میاد. اولینش فرار کردن. یعنی چی؟ مثل یک گوزنی که میترسه، یه شیری یا یه یوزپلنگی حمله میکنه بهش، فرار میکنه. یا یه خرگوشی که گرگ بهش حمله میکنه، روباه بهش حمله میکنه، فرار میکنه، از ترس فرار میکنه. شخصی که روحش شکسته است از خداوند فرار میکنه، از کلیسا فرار میکنه، از دیگران فرار میکنه، تنها باشه، میخواد تنها باشه. مثل یونس چیکار کرد؟ از دست خدا فرار کرد، میخواست بره ترشیش. خداوند گفت که برو به نینوا موعظه کن. از دست خداوند فرار گفت خداوند من روح شکست، گفت اینا دشمنان ما هستن، اینا میخوان ما رو بکشن، دشمن سخت اسرائیل هستن، تو میخوای منو برم اونجا بهشون بشارت بدم، موعظه کنم؟ روح شکست، افسرده شد، خواستی از دست خدا فرار کنه، گفت این غیر منطقیه، گفت خداوند تو نمیدونی، اینا دشمنان ما هستن، من میدونم، من از تو بیشتر میدونم.
و فرار کرد از دست خداوند، سوار کشتی شد که داستان رو میدونید که چجوری در کشتی انداختن داخل آب و نهنگ اومد، یه وال بزرگ اومد و بلعید که یونس سه روز و سه شب در شکم ماهی بود. و دومین نشانه روح شکسته افسایش خشمه. شخصی که روحش میشکنه سریع عصبانی میشه، هر اتفاقی که میفته، هر شخصی یه چیزی میگه سریع عصبانی میشه، مثل خرسی که روح شکسته باشه یه ها فرزندش و یه بچه خرس رو اگه بدوزی خرس میداره، خودش اینور اونور میزنه، هر چی رو ببینه میخواد نابود کنه. و شخصی که روح شکسته باشه عصبانی میشه سریع، خشمگین میشه از هر چیزی. افسایش حساسیت نشانه بعدی شخصی که روح شکسته داره، حساس میشه به هر چیزی، حساس میشه، ناراحت میشه، همه چیز به خودش میگیره. خود محور بودن نشانه بعدی هستش. یه شخصی که روح شکست خود محور میشه، مردم حرف میزنن با هم دیگه، این فکر میکنه که راجب اون حرف میزنن، فکر میکنه همه راجب من حرف میزنن، خود محور شده، همه چیز به خودش میگیره، خودخواه شده. این شخصی که روحش میشکنه خودخواه میشه، خود محور میشه. و پنجمین نشانه رضایت نداشتنه. این شخص رضایت نداره، راضی نیست، هر کاری بخوای بکنی، هر کمکی بهش بکنی راضی نیست، خوشنود نمیشه، هر کاری خودش انجام بده رضایت نداره، میگه نه این خوب نیست، هر لباسی که میپوشه میگه این لباس خوب نیست، هر کاری انجام میده رضایت نداره، خوشنود نمیشه توی زندگیش. و ششمین نشانه داشتن افکار منفی. افکار منفی یهو یاد یه شخصی افتادم، یه شخص ایرانی که کلیسای ما میومد. این شخص موقعی که شروع میکرد حرف زدن فقط منفی، چیزهای منفی از زبانش میومد بیرون، مثل اون کارتون یادتونه میگفت من میدونستم که موفق نمیشیم، من میدونستم، آخرش موفق میشدن. افکار منفی به سراغش میاد. شخصی که روح شکسته فکر میکنه که هر کاری بکنه شکست خواهد خورد، فلان شخص رو بگیره، همسر رو بگیره، طلاق خواهد گرفت، فکر میکنه که اگه فلان کار انجام بدم، فلان کار رو بکنم پولدار نخواهم شد، این کار خوب نیست، نباید این راه برم. افکارش منفیه. احساس نومیدی بعدی هستش که این شخص کاملا نومید میشه، امیدش رو از دست میده، مایوس میشه توی زندگی، کسی که روحش شکسته است. پس دوستان این 7 علائم هستش که فرار کردن اولینشه، افزایش خشم، افزایش حساسیت، خودمحور بودن، رضایت نداشتن، داشتن افکار منفی و احساس نومیدی. اینا نشانه هایی هستش که در شخص روح شکسته پیدا میشه. پس اگه به فکر سلامتی روحمون نباشیم دوستان، نابود خواهیم شد. شاید بپرسید که چجوری میتونیم روح خودمون رو سالم کنیم و شفا پیدا کنیم. خب بعضیا میرن سراغ چیزهای کاذب، بعضیا میرن موقعی که ناامید میشن روحشون میشکنه، میرن سری به عنوان مثال سیگار میکشن، با سیگار با دود میخوان یه خورده تسکین، تسلی پیدا کنند. سیگار میکشن میبینن که نه، سیگار زیاد جوابگو نیست، مشروب میخورند تا یه خورده خوش بشن، از اون حالت افسردگی روح شکستگی بیان بیرون، مشروب میخورن اینا یک ساعت خوبه، ولی بعدش دوباره شروع میشه به اون افسردگی، دوباره ادامه پیدا میکنه، جواب نمیده، میرن سراغ چیز مسکنتر، مواد مخدر چیزی هستش که به فکرشون میاد، برم سراغ مواد مخدر، میرن مواد مخدر، نمیدونم تریاک و هروئین و حشیش و نمیدونم چیزهای تازه، کراک اومده، شیشه اومده، نمیدونم چیزهایی که آیس و از این چیزها اومده، به اینا روی میبرن. و بعد این چیزا نه تنها نمیتونه تسکین بده، روح شکستشون رو شفا بده، بلکه جسمشون هم نابود میکنه. مگه نه؟ دندوناشون پوسیده میشه، جسمشون کلن نابود میشه، پولشون از دست میدن، پولشون رو نه تنها پولشون از دست میدن، خانوادهشون متلاشی میشه، زنشون ازشون طلاق میگیره، فرزندانشون نابود میشن، خودشون روحشون که شکسته بود جسمشون هم میشکنه و همه چیزشون، زندگیشون نابود میشه. خیلی ها این کار، بیشتر ایرانی ها دوستان که میبینن، مخصوصا کسایی که در خارج هستن که میان برای زندگی مرفه،
میان توی زندگی که توی جامعه‌ای که فرهنگشون متفاوته، زبانشون متفاوته، بعضیا کار نمیتونن پیدا کنن، بعضیا سنشون رسیده به 40 سالگی مثل من هنوز نتونستن زن پیدا کنن برای خودشون. این باعث میشه که چون کسی نیستش که پدر مادرتون نیست که کسی رو معرفی کنه، خودتون هم بعضی موقع مثل من بی عرضه هستید مثل من و نمیتونید، شجاع نیست، یا شاید اصطلاح واژه خوب اینه که مثل من عرضه ندارید، شجاع نیستید که برید سراغ یه شخصی که باشون صحبت کنید، دوستی پیدا کنید و بعد باشون ازدواج کنید و بعد یهو بعد از 40 سال می هنوز مجردید و این باعث میشه که روحتون بشکنه، افسرده بشید. پس نباید دوستان بریم سراغ سیگار، مواد، مشروب. این کارا نمیتونه شما رو نجات بده، نمیتونه شفا بده. پس چگونه میتونیم روح شکسته رو معالجه کنیم؟ چگونه میتوان روح شکسته رو معالجه کرد؟ باید اولین چیز از روح خدا بخواهیم تا روح ما را شفا دهد. روح خداوند دوستان میتونه روح ما را شفا بده. دوستان روح ما جسم نیست، اشتباه نکنید. چیزهای جسمانی مثل مشروب نمیتونه روح ما را شفا بده، سیگار، مواد نمیتونه روح ما را، روح ما روحه، یه چیز مادی نیست. روح ما را فقط یه روح میتونه شفا بده، معالجه کنه. اون روح، روح خداست که در یوحنا باب 14 آیه 26 میکنه، میگه لیکن، عیسی مسیح گفت لیکن، تسلی دهنده یعنی روح القدس. روح القدس چیه؟ تسلی دهنده است. تسلی دهنده یعنی آرامش دهنده، تسکین کننده، یعنی تسکین میده، تسلی، آرامش میده. به کی؟ به کسی که روح شکسته است، کسی که افسرده است، روح القدس بهش تسلی میده. میگه لیکن تسلی دهنده، یعنی روح القدس که پدر او را به اسم من میفرستد، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما میگفتم به یاد شما خواهد آورد. پس دوستان روح القدس میتونه به ما تسلی بده. و در عهد عتیق میخونیم در ارمیا باب 30 آیه 17 میگه زیرا خداوند میگوید به تو عافیت خواهم رسانید و جراحات تو را شفا خواهم داد. کدوم جراحت؟ یه شکستگی، روحتون شکسته شده، جریحه‌دار شده، شفا خواهم داد. خدا میگه من جراحت تو را شفا خواهم داد، از این جهت که تو را شهر متروک مینامند و میگویند که این صهیون است که احدی درباره آن احوال پرسی نمی کند. این صهیون منظورش مردم صهیونه، قوم بنی اسرائیل. انگار همه کس این قوم رو ترک کرده بود، خداوند هم انگار به فکرشون نبود، ولی خداوند میگه به تو عافیت خواهم رسانید ای مردم بنی اسرائیل، ای قوم من، یه جراحات تو را شفا خواهم داد، یعنی روح شکسته تو را شفا خواهم. پس خداوند دوستان میتونه روح شکسته ما رو معالجه کنه و درمان کنه و شفا بده. پس باید چیکار کنه؟ باید بیایم موقعی که افسرده هستیم، باید بیشتر بیایم کلیسا، باید بیشتر بیایم به سراغ مسیحیان، به سراغ کشیشان، بگیم برای ما دعا کنند، از کلام خداوند به ما تعلیم بدن تا بتونیم تسلی و آرامش پیدا کنیم. پس اولین چیز، باید از روح خدا بخواهی تا روح شما را شفا دهد. دو، چجوری میتونیم روح شکسته را معالجه کنیم؟ دو، دنبال تازه کننده روح باشید. یعنی چی؟ پولس رسول در زندان افتاده بود، در زندان بود و افسرده شده بود، روح شکسته بود و یهو یه چند نفر از ایمانداران کلیسای قرنتس اومدن دیدنش، برای بازدیدش اومدن و یهو چی شد؟ پولس رسول روحش احیا شد. اول قرنتیان باب 16 آیه 17 تا 18 میگه و از آمدن استفان و فرتوناتس و اخائیکوس مرا شادی رخ نمود، زیرا که آنچه از جانب شما ناتمام بود ایشان تمام کردند، چون که روح من و شما را تازه کردند. روح من و شما را تازه کرد. بس تازه کننده روح، یعنی کسی که میاد موقعی که ما افسرده هستیم، روحمون شکسته، باید کسایی باشه در زندگی روح، باید دوستان خوبی داشته باشیم، دوستان مسیحی که بیان دیدن ما، برامون دعا کنند. اون موقع روح ما تازه میشه، روح ما یعنی احیا میشه، زنده میشه دوباره روح ما، ما میتونیم دوباره شاد بشیم. میگه مرا شادی رخ نمود موقعی که استفان، فرتوناتس، اخائیکوس اومدند، میگه روح من تازه شد، شادی رخ نمود مرا. و
پس دومین چیز باید دنبال تازه کننده روح باشید. سه، مسئولیت ها و خدمات خود را ترک نکنید. خدمتی که خداوند بهتون داده ترک نکنید. کسی که روحش میشکنه مثل ایلیا رفت توی بیابان، دیگه خدمتش رو ترک کرد، نخواست موعظه کنه، رفت خواست که بی ثمر باشه برای خداوند. کسی که افسرده است بی ثمر باشه، بی ثمر میشه، نمیتونه برای خداوند ثمره ای به وجود بیاره، افسرده میشه. بس دوستان باید دعا کنیم، از روح القدس بخوام که ما رو شفا بده تا بتونیم پر ثمر باشیم. مسئولیت خودمون رو نباید ترک کنیم، بچسبیم به خدمتی که خداوند به ما سپرده. و چهارمین چیز، کشیش و سایر دوستان مسیح خود را ترک نکنید. اگر مار شما را نیش بزنه نباید فرار کنید. اگه فرار کنید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این زهر پخش خواهد شد در بدنتون و سریع خواهید مرد. پس موقعی که روحمون افسرده میشه، شکست دل میشیم، باید بمونیم توی کلیسا، نباید فرار کنیم. توی کلیسا بمونیم، نزد کشیشان، نزد دوستان مسیح بمونیم تا بتونیم شفا پیدا کنیم، برامون دعا کنند. پنجمین چیز، در یأس نمانید. در یأس نمانید. چرا باید در یأس و ناامیدی زندگی کنیم؟ زمانی که میتونیم امید تازه داشته باشیم، میتونیم عیسی مسیح بخوایم که ما را شفا بده. عیسی مسیح دوستان کتاب مقدس میگه امید زنده ماست. ما امیدمون زنده است، یعنی ما میدونیم، مطمئن هستیم که راهی بهشت هستیم. پس این چیزای این دنیا، این مادیات نمیتونه روح ما رو عذاب بده، روح ما رو بشکنه. پس باید چشمون با آسمان باشه، نباید در یأس بمونیم. و ششمین چیز، به خود اجازه تنفر از دیگران را ندهید. موقعی که دیگران به شما بدی میکنند، خطا میکنند، این باعث میشه که بعضی موقع روحتون بشکنه. توی کلیسا یه اتفاقی میفته، یه برادری، یه خواهری بهتون خطا میکنه، یه بدی میکنه، اشتباه میکنه، بعد بعضیا سریع فرار میکنه از کلیسا، به درود میگن، به خاطر اینکه یه نفر بدی کرد بهش و ازشون تنفر پیدا میکنیم. نباید به خودمون اجازه تنفر از دیگران را بدهیم. و هفتمین چیز، به خود اجازه نشان دادن احساسات خود را ندهید. نباید به دیگران نشون بدیم که روحمون شکسته است، افسرده هستیم، چون مردم به ما نگاه میکنن با چشم مظلوم، میگن که بنده خدا افسرده شده، و ببین به ما تأثیر منفی میذاره. باید شجاع باشیم، باید با اعتماد به خداوند زندگی کنیم، باید به خداوند توکل کنیم در زمان افسردگی. و هشت، فرار نکنید. اگر از روح شکستگی و موقعیت سخت زندگی خود به جای دیگر فرار کنید، بعضی ها شهرشون رو عوض میکنند، بعضی ها کلیساشون رو عوض میکنند، هنوز مشکلشون رو با خودشون خواهند برد. اون اشخاصی که موقعیتشون رو عوض میکنند، ناراحتی ها از سوی دیگران همیشه خواهد آمد. نباید همیشه از دیگران که ناراحتی به وجود آورند فرار کنیم، بلکه باید آنها را حل کنیم، باید مشکلمون رو حل کنیم، نباید فرار کنیم از مشکل. نوح به خود اجازه تکرار ناراحتی ها را ندهید. اجازه ندید که همون مشکلی که به وجود آورد، همون اشتباهی که کردید، دوباره اون اشتباه رو تکرار کنید. ازش درس یاد بگیرید که من این اشتباهی کردم، دفعه دیگه نخواهد بود، ازش درس یاد گرفتم. شماره 10، با سایر کسانی که روح شکسته دارند معاشرت مکنید. اشتباهی که بیشتر اشخاصی که افسرده هستند یا معتاد هستند اینه که توی مریدنز میبینم که خیلی از معتادا با معتادای دیگه میگردن. میبینم ساعت 7 صبح بلند شدن با هم، 4-5 تا معتادا میشناسم، همیشه اونجا توی مریلند هستن، جمع میشن، همیشه با هم هستن. چرا نباید با کسایی که روح شکسته دارن احتیاط دارن بگردیم؟ چون تاثیر منفی میذارند که ما هم مثل اونایی میخوایم اون راه ادامه بدیم، راه ناامیدی و راه افسردگی میخوایم ادامه بدیم. ولی با کسی که روح مثبت داره، کسی که روح خدا رو داره، باید با اونا بگردیم تا برای ما دعا کنن، تا به ما تأثیر مثبت بذارن، تا از اون افکار منفی بیرون بیاییم. نباید با کسی که افسرده است بگردیم، کسی که افسرده است ازشون دوری کنید. و اگه روحتون شکسته نشده باشون باشید، براشون دعا کنید.
ولی اگه روحتون شکسته باید ازشون دوری کنید، چرا؟ چون تأثیر منفی بر شما خواهد گذاشت. و شماره 11، واقعیت را انکار نکنید. یعنی اگه روحتون شکسته است، افسرده هستید، نگید که من افسرده نیستم. هستید، به فکرش باشید، روحتون رو معالجه کنید. چجوری؟ همین چیزایی که خوندم، از روح القدس بخواهید که روح شما رو معالجه کنه. دنبال تازه کننده روح باشید. خدمت خودتون رو ترک نکنید. کشیش و سایر دوستان مسیحی را ترک نکنید. در یأس و ناامیدی زندگی نکنید. و شماره 12، اجازه ندهید که حرمت خود و دیگران از بین رود. بعضیا سریع میخوان که از اون مشکلشون آزاد بشن، میخوان با اهانت به دیگران، میخوان با دعوا، با نزاع، میخوان مشکلشون رو حل کنن و به دیگران بی احترامی میشه. نباید اجازه همچین چیزی به خودمون بدیم. 13، آخرین چیز، تصمیم بزرگ نگیرید. موقعی که روحتون شکسته است، میخواین که از اون مشکل آزاد بشید، میخواین یه تصمیم دیگه ایو بگیرید که اون مشکل رو برطرف کنید. و اون مشکل بزرگ یا اون تصمیم بزرگ معمولا، به عنوان مثالی بزنم، شما با یه خانمی آشنا شدید، یا با آقایی، اگه خانم هستید با یه آقایی آشنا شدید و یه مشکلی بینتون به وجود اومد و فکر میکنید که این شخص شخص مورد علاقه شما نیست، شخصی نیست که مناسب شما باشه که باهاش ازدواج کنید و به مشکل برخورده و روحتون شکست، افسرده شدید و سریع میخواین که از اون مشکل بیاید بیرون، سریع میرید با یه شخص دیگه میخواین دوستی رو شروع کنید. نباید این کارو بکنید. چرا؟ چون با احساساتتون میخواین سریع تصمیم بگیرید و کتاب مقدس میگه به عقل خود تکیه نکنید، بلکه در هر چیز خداوند رو به یاد داشته باشید و خداوند راهای شما رو هموار خواهد کرد. و در هر چیز میگه خداوند رو به یاد داشته باشید. با احساسات، با عقل خودتون سریع نرید اون تصمیمات بزرگ بگیرید و مشکلتون رو دوچندان وخیمتر کنید. تصمیم بزرگ نگیرید. و بعد در آخر، چگونه از روح شکستگی باید پیشگیری کنیم؟ در روح رفتار کنید. باید در روح القدس رفتار کنیم. نفسانی نباشیم. دو، سریعا دیگران را ببخشید. اگه به دیگران بدی کردن به شما، باید ببخشید. اگه شما بدی کردید، باید عذرخواهی کنید. سه، مشغول خدمت به دیگران باشید. زمانی که دوستان مشغول خدمت هستید، اون افسردگی فراموش میکنید، افسردگی اون روح شکستگی که داشتید فراموش میشه، چون دارید خدمت میکنید به دیگران، مشغول هستید و لذت میبرید که یه کمکی به دیگران کردید. خدا رو شکر میکنم که در اون روح شکستگی، من روز سه‌شنبه رفتم خونه خواهرم خدا که اونجا نشسته و ایشون بهشون بشارت دادم 4-5 ساعت و ایشون ایمان آورد و داشتم روی انگار در آسمان داشتم پرواز میکردم، لذت میبردم که یه شخص ایمان آورد و نجات پیدا کرد. بیا براشون دست بزنید. خدا رو شکر. آمین. مشغول خدمت به دیگران باشید. موقعی که افسرده هستید خدمت کنید. چرا؟ چون لذت میبرید که اون وظیفه‌ای که خداوند به تو سپرده دارید انجام میدید و ناراحتی خودتون فراموش میشه. و 4، از افراد منفیگرا دوری کنید. کسی که منفیه ازشون دوری کنید. 5، به شبان و خادمان روحانی نزدیک بشید. با اونا دوستی کنید. بذار اونا یه الگوی خوبی باشن برای شما، نه افرادی که منفیگرا هستن. بذار نیروی مثبت، اون روح خداوند از طریق اونا در شما هم پر بشه. و 6، به مکانهایی که روح شما را آزار میدهد نروید. باید از روح خودتون محافظت کنید. 7، به گناهان خود اعتراف کنید، چون بعضی موقع گناهان ما باعث افسردگی ما میشه. گناهایی که ما انجام میدیم باعث میشه روح ما بشکنه. باید اعتراف کنیم سریع و با خدا رو راست بشیم تا بتونیم دوباره شادی روح القدس رو دریافت کنیم. 8، مسئولیت‌های خود را ترک نکنید، بچسبید به خدمت خودتون. 9، کتاب مقدس خود را هر روز بخوانید و دعا کنید. این مهمترینشه. هر روز اگه کتاب مقدس رو بخونید، هر روز دعا کنید، بهش میگن رازگاهان. هر روز یه نیم ساعتی اول روز صبح بخونید، کتاب مقدس رو بخونید، دعا کنید،
تا خداوند با روح خودش شما رو پر کنه، تا روزتون پر از برکات باشه، تا اون روح افسردگی نیاد سراغ شما. ده فروتن بمانید، از غرور و تکبر و جایگاه و مقام دوری کنید. و یازده آخرین چیز، اجازه ندید که احساساتتان شما را کنترل کند، بلکه با کلام خداوند زندگی کنید. بذارید کلام خداوند هادی شما باشه. بگید که خداوند توی کلامش اینو به من میگه و در این مشکلات من باید فلان کار را انجام بدم. چرا؟ چون کلام خداوند به من گفته. پس دوستان در خاتمه، روح شکستگی بعضی وقتا از سوی خود ما به وجود میاد، بعضی موقع از سوی دیگران به وجود میاد و باعث ناباروری میشه. یعنی ما نمیتونیم ثمره برای خداوند و برای دیگران به وجود بیاریم، نه برای خانوادمون، برای جامعه بی ثمر میشیم. پس باید به فکر روح خودمون باشیم و از آن محافظت کنیم. باید همانند علیشه بگیم که دو برابر روح تو بر من باشد. دو برابر روح خدا رو باید بخوایم تا روح ما رو خداوند شفا بده. امثال باب 18 آیه 14 خوندیم که روح انسان بیماری او را متحمل می شود، اما روح شکسته را کیست که متحمل آن شود؟ کی میتونه روح شکسته رو متحمل بشه؟ هیچ کس. پس دوستان بیایید امروز تصمیم بگیریم. اگر روح شکسته دارید به فکرش باشید. بعد چیزی که امروز یاد گرفتیم اینه که انسان به شباهت خدا آفریده شده، از سه قسمت: بدن، روح، روان. بین روح ما و روح خدا فرق هستش. روح خدا شکسته میشه، محسوم میشه روح القدس، روح ما هم شکسته میشه. درسته یا نه؟ دقیقاً. این حنا روح شکست. چه چیزی باعث شکستگی روح ما میشه؟ سخنان انتقادآمیز دیگران، گناهان ما، فساد اخلاقی و ترس. و یا مثل حنا، نازا بود، فرزند نداشت و روح شکسته بود. نشانه ها علائم روح شکستگی چیه؟ فرار کردن، افزایش خشم، افزایش حساسیت، خودمحور بودن، رضایت نداشتن، داشتن افکار منفی، احساس ناامیدی و یأس. و چگونه میتونیم روح شکسته را معالجه کنیم؟ باید از روح خدا بخواهید تا روح شما را شفا دهد. دنبال تازه کننده روح باشید. مسئولیت ها و خدمات خود را ترک نکنید. کشیش و سایر دوستان مسیحی خود را ترک نکنید. در یأس نمانید. به خود اجازه تنفر از دیگران را ندهید. به خود اجازه نشان دادن احساسات خود را ندهید. فرار نکنید. به خود اجازه تکرار ناراحتی‌ها را ندهید. با سایر کسانی که روح شکسته دارند معاشرت مکنید. واقعیت افسرده بودن را انکار نکنید. اجازه ندهید که حرمت خود و دیگران از بین رود و تصمیم بزرگ نگیرید. و چگونه از روح شکستگی باید پیشگیری کرد؟ در روح رفتار کنید. سریعا دیگران را ببخشید. مشغول خدمت به دیگران باشید. از افراد منفیگرا دوری کنید. به شبان خادمان روحانی نزدیک بشید. به مکانهایی که روح شما را آزار میدهد نروید. به گناهان خود اعتراف کنید. مسئولیت‌های خود را ترک نکنید. کتاب مقدس خود را هر روز بخوانید و دعا کنید. فروتن بمانید و اجازه ندهید که احساساتتان شما را کنترل کند، بلکه اجازه بدید که کلام خداوند زندگی شما را هدایت کنه و کنترل کنه. پس دوستان بیایید برخیزیم و دعا کنیم و بریم به حضور خداوند و از خدا بخواهیم که اگر روحتون شکسته است، اگه افسرده هستید توی زندگیتون، امروز روزیه که بیایید به حضور خداوند دعا کنید. توی دلتون بگید خداوندا، من روحم شکسته است، من افسرده هستم. دلیلش خودتون میدونید، من نمیدونم. چشا بسته، سرا پایین، و اگه روحت شکسته است دعا کنید. بگید ای خداوندا، من به دلیل فلان چیز، من نمیدونم چه مشکلی در زندگیت هستش که باعث شده که روحت شکسته است. دعا کنید، بگید خداوندا، ای روح القدس، ای تسلی دهنده، منو تسلی بده. خداوند منو شفا بده. من هیچ راهی رو نتونستم پیدا کنم که روح منو شفا بده. تو فقط تنها کسی هستی که میتونی روح شکسته مرا شفا بدی. ای خداوند منو شفا بده. خداوند اگه کسی اینجا هستش که روح شکسته است و افسرده هستش توی زندگی، خداوند امروز دعا میکنم به نام عیسی مسیح
که امروز شفا بدی اون شخصی که روح شکسته داره. اگه تو هستی دست رو ببر بالا، بگو من روحم شکسته است و افسرده هستم. خدا بهت برکت بده، دستا رو میبینم. آمین. خداوند برای اون عزیزان دعا میکنم در این لحظه که دستاشون رو بردن بالا، ای خداوند، به نشانه این که در زندگی مشکل دارن، روحشون شکسته است و افسرده هستن، ای خداوند، به نام عیسی مسیح، ای خداوند، دعا میکنم که از روح خودت پرشون کنی و شفاشون بدی، ای خداوند، ای تسلی دهنده، ای خداوند، کمک کن تا از کلامت هر روز بخونیم، دعا کنیم و نام تو رو بخونیم. ای خداوند، تو تنها کسی هستی که میتونی ما رو شفا بدی. ای خداوند، این عزیزان رو شفا بده، ایران رو شفا بده خداوند، از افسردگی، از فساد، از ظلمی که در ایران هستش. بیشتر ایرانی ها رو خداوند هر جا میبینم افسرده هستن. ای خداوند، با روح خودت پرشون کن، نجاتشون بده، ای خداوند، تا بتونن آزاد بشن، بتونن از روح شکستگی شفا پیدا کنن و بتونن خداوند رو به تو اعتماد کنن، با روح تو هدایت بشن، با کلام تو خداوند زندگی کنن. ای خداوند، برکت بده به این عزیزان، به کشور خودم خداوند برکت بده و کمک کن همه ما خداوند با تو با ایمانمون زندگی کنیم. ای خداوند، به نام عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. خدا بهتون برکت بده، میتونید مرخص بشید.